درود دوستان، وقت شما خوش. به چند لحظه صبر میکنیم دوستان دیگه هم به ما بپیوندن. الان قاعدتا باید بله درود بر شما گرامیان، من روی صفم بذارم. حقیقتش میخواستم رو صفحه شخصی خودم بیام درود بر شما، ولی دیدم که صفحه شخصی خودم گزارش شده و نمیتونم لایو بیام روی صفحه. درود دوستان، وقتتون خوش. اجازه بدید من این رو روی صفم بذارم، بعد در خدمتتون هستیم. یه گپ و گفتی بزنیم ببینیم. جناب قلمی درود بر شما. جناب قلمی، من فکر کنم بتونم از این تاریخ شما رو بعدا بیارم بالا، اگر صحبتی بود سخنی بود حتما. نمیدونم، بذار امتحان کنم اینو. دوستان درود بر شما، وقت شما خوش. اجازه بدید من ببینم که بله، فکر کنم از این طریق میشه دوستانو دعوت کرد. حالا به وقتش جناب قلمی، اگر فرصت داشتید تشریف برید بالا یا دوستان دیگه. خب درود دوستان، وقتتون خوش. یه تبریک باید گفت به ملت ایران و یک تسلیت هم باید گفت به جمهوری انگل نشان آخوندی، از جمله چه داخلی هاشون چه خارجی هاشون. جناب تبریزی درود بر شما. درود دوستان، این برنامه رسمی نیست، خواستم رو صفحه شخصی خودم بذارم ولی خب دیدم فیسبوک بسته منو و نمیتونم این کار انجام بدم، بنابراین اومدم روی صفحه رستاخیز. البته چند تا دلیل داشت. اول که خب شما شنیدید همه به قول معروف این سر صداها از اینکه رئیس جمهور آمریکا قاطعانه و خیلی با عزمی راسخ به قول معروف اومدن و صحبت کردن از حمایت از مردم ایران و تودهنی زدن به جمهوری اسلامی. ببینید چند تا اتفاق این وسط افتاد. بله چشم جاوانم، چند تا اتفاق این وسط افتاد. آقای ترامپ در سخنرانیشون یک مطلبی رو هم عنوان کردن، یعنی یک دری رو باز گذاشتن باز که اگر اون خلأ وجود داشته باشه و اگر مردم ایران به خودشون نیان و تو این فاصله اون حرکت لازمی که باید انجام بدن و انجام ندن، امکان گفتگو وجود خواهد داشت. این خیلی نکته مهمیه که هموطنان باید بهش به قول معروف دقت کنن و در نظر داشته باشن. علی‌رغم اینی که اتحادیه اروپا اومد، این خانم موگرنی، حاجی خانم موگرنی اومد لنگ و لغل انداخت، یا یه بیانیه یک توییتی هم سفارت فرانسه فکر کنم در ایران منتشر کرده، و مرکل و پرکل و همین عره و اوره و شمسی کوره اومدن ابراز نارضایتی کردن و خط نشون کشیدن برای آمریکا، ولی خیلی ساده است، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. به قول معروف سر طناب دست آمریکاست. من دیدم مثلا توی آیت الله پشمکیان بی بی سی که اعضای عمومی اعلام کرده بود، مثلا خبرنگاراش کپ کرده بودن، حرف نمیتونستن بزنن. دیدم یه سریارو آورده بود مثل یارو لومپن فرخ نگهدار و امثال اینا رو، که بله حالا آمریکا بره بیرون، خب بره اتحادیه اروپا و به اضافه فرانسه، به اضافه روسیه، به اضافه چین، از جمهوری اسلامی، از برجام حمایت میکنن و فلان، این مسخره بازیه. نه، اینا همش کشکه، چون اقتصاد تمام این به قول معروف شرکت ها و کمپانی هایی که در اروپا، حتی در چین و جاهای دیگه وجود دارن، اینا اون مرکزیتشون که باید وارد اقتصاد جهانی بشن در آمریکاست، اون نمایندگی های گردن کلفتشون در آمریکاست، و باید از سیستم اقتصادی که آمریکا به عنوان فیوز این سیستم هست، یعنی اون کلید امنیتیش هست، باید از اونجا رد بشن. بنابراین انقدر احمق نیستن که بیان منافع جهانی خودشونو فدای منافع مثلا یک قسمتی حالا به عنوان ایران بیان یعنی به قول جناب رؤوفی درود بر شما، بیان منافعشون رو مثلا معامله کنن که اونو بگیرن اینو ول کنن.
چهره های آدم ها رو مثلا وقتی در این رسانه ها توی چند یک ساعت حداقل من نگاه کردم، از سران کشورها، از روبای بنفش داخل، کلک و پشما ریخته بود در حد تیم ملی و اینا خودشون میدونن که داستان به پایان خط رسیده. یا این نکته مهم اینجاست که اصلا بحث برجام و مرجام و این مسائل نیست، اینا اصلا یه سری کاغذبازی هاست. بحث بودن یا نبودن جمهوری اسلامی بود در کل، در مجموع این بحث بودن یا نبودن جمهوری اسلامی بود. حالا چه جمهوری اسلامی با برجام، چه جمهوری اسلامی بی برجام، در دو حالتش رفتنیه و کاری از دستش دیگه بر نمیاد. حسن بنفش، روبای بنفش اومد یه مقداری توی تلویزیون جمهوری اسلامی عرعر کرد، خط و نشونایی کشید که خودش وقتی داشت این دروغا رو میگفت یه چند تا از این وزیراش هم واسطه دادن بغل دستش که اصلا همه انگار ننه هاشون همین الان یه دفعه با هم در جا مرده. البته همون هم بود، ننه شون مرد. اومد و صحبت میکرد که بعد ما در برجام میمانیم و فلانیم و با اون پنج کشور میمونیم و این حرفا. اما نمیدونن که شما یه تصویر رو، یه خاطرتون هست این تصویری که این شیخک ها میگرفتن دستشون یا کلان توی ایران مخصوصا مرسومه، تمام اون مهره های تسبیح به یک وزنه سر اون تسبیح بستن به اسم خلیفه، بهش میگن خلیفه. و وقتی این خلیفه نباشه این تسبیح کلان ریخته است، پاره شده است، مثلا دور ریخته است. فقط اینجا حالا ملت ایران باید چیکار کنن، حواسشون کجا باشه؟ حالا اینم اینو داشته باشید، در کنارش دیدم این شیاد بزرگ شهرام شارلاتان اومد و به قول معروف یه سری مسئولیت‌ها رو دوباره پرت کرد روی توی زمین شاهزاده که ایشون باید بیاد الان فلان کنه و اینجوری کنه و اونجوری کنه و همه رو جمع کنه و از این مزخرفاتی که همیشه داره میگه، و به قول معروف اومد داستان خودش رو دوباره تبرئه کرد، در صورتی که اینجوری نیست. الان زمان زمانیه که گروه‌های سیاسی، سازمان‌ها، افراد، اشخاص، نمیدونم هر کسی یه فعالیتی داره میکنه، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه اجتماعیش، بیان و بشینن کنار هم دیگه و اون به قول معروف اون جمعیت رو یا اون ساختار یا اون تجمع رو درست کنن که بعد وقتی این جمعیت جمع شد و این هموطنان اومدن کنار هم، اونجاییست که دیگه شاهزاده رضا پهلوی هم خیلی راحت میتونن به قول معروف روی این ملت حساب کنن. منظورم نه ملت داخل ایران ها، منظورم ملت خارج از کشوره، همینایی که مثل من، شما و دیگرانی که هستیم. بنابراین از امروز به بعد دوباره دارن توپ و شوت میکنن اونوری که ایشون حالا دیگه حالا باید بیاد فلان کنه. یا جناب کمالپور درود بر شما، من با شما کار دارم، لطفا اجازه بدید من شما رو بیارم بالا با هم دیگه یه گفتگویی داشته باشیم، چون به شما توی اسکایپ هم زنگ زدم ولی خب تشریف نداشتید. من فکر کنم که بستم تلسم این چیزو بشکنم، اگر بتونم شما رو بیارم بالا تلسم این صفحه پیج رو با دو نفر رو فکر کنم تونستم بشکنم، امیدوارم بتونم بیارم اتون بالا. الان شما درخواست منو گرفتین؟ جام کمالپور اگر اوکی کنید فکر کنم که بتونید راحت تشریف برید. بله بله، درود بر شما. به به و آقا بچرخون، به به، درود بر شما، درود بر شما، درود بر شما جناب کمالپور، وقت شما خوش، شما خوبی، خسته نباشید. آقا یه اتفاق جالبی امروز توی آمریکا افتاد و توی دنیا افتاد، یه اتفاق جالبتر هم اینجا افتاد که من توی رستاخیز تونستم به قول معروف شما رو بیارم بالا. توی صفحات شخصی میشد ولی توی پیج نمیشد. حالا برها خوشحالم که بسیارم عالی. بله بله، خوشحالم که تونستم شما رو در شما رو داشته باشم. جواب کمال من داشتم صحبت میکردم از شرایط روزگار، شما تحلیلتون و مسائل رو بگید تا بعد گام به گام با هم بریم جلو. خواهش میکنم. از برنامه‌ای که جناب قاسم، اتفاقا من داشتم برنامه رو رصد میکردم که یه برنامه لایو استرالی الان بذارم، تا اومدم دیدم شما هم برنامه گذاشتید، گفتم خب کفایت میکنه. از دیشب که ما برنامه گذاشتیم بسیاری از دوستان دارن هی پیام‌های مختلفی میدن. من اول اینو بگم که خیلی مهمه، در طول اتفاقاتی که ما دیشب صحبت کردیم در طول این 40 سال افتاده، یه اتفاق نادری داره شکل میگیره و بدون توقف هم پیش خواهد رفت، بدون توقف. این که دیگران دارن چه کار میکنن، گروه های دیگه دارن چه کار میکنن، چه جمهوری خواهان، چه پادشاهی خواهان، چه صحبت هایی دارن میکنن، چه کارهایی میکنن و چه حرفایی دارن میزنن در رابطه با این همایش،
از نظر ما و گروهی که دارن این کار انجام میدن اصلا مهم نیست و اصلا ما بهش فکر نمی کنیم. ارزش فکر کردن و زمان فکر کردن ما نداریم که به اینها فکر کنیم و آینده و چشمانداز این طرح و برنامه کاملا برای ما روشنه با چشماندازهای گوناگون و طرحهای کاملا مهندسی شده داریم حرکت میکنیم، میریم جلو، یه نفر دو نفر نیستیم. قطعا در روزهای آینده نفرات جدید، افرادی که باید شما بشناسیدشون، وارد صحبت خواهند شد و میشناسیدشون کم کم و به توانایی و قدرت این گروه برای دو منظور پی خواهید برد. یکی در اجرا یا برنامه ریزی و اعلام طرح‌های گوناگون برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دومی که همبستگی بین ایرانیان درون مرز، مبارزان درون مرز و ایرانیان خارج از کشور رو چجوری میتونیم با همدیگه ایجاد بکنیم. اما در رابطه با این جناب قاسمی که چه اتفاقاتی داره در روز میافته، من نمیدونم کدوم قسمت شما بودین، چون من صحبت شما رو اصلا نشنیدم تا اومدم شما منو دیدی گفتی بیا بالا. آره نه زنگ زدم به توی اسکایپ به ما تو تماس گرفتم تشریف نداشت. بله پوزش میخوام، من در حال رانندگی بودم. خواهش میکنم. نه صحبت سر اینجا بود که رئیس جمهور آمریکا اومد رسما اعلام کرد تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه یک ساعت پیش و گفت جمهوری اسلامی با برجام هر دو مد برن توی کوزه. برجام رو رسما رد کرد و اعلام کرد که تحریم های هسته‌ای به شدت باز میگرده به اضافه تحریم های جدید هوشمند که بلافاصله بعدش هم وزارت امور خارجه، وزارت خزانه داری آمریکا یک لیستی رو ارائه داد که حالا اونم میاد بیرون توی خبرها که بجز تحریم های سابق قبل از برجام چه تحریم های جدیدی اضافه شد. خب اینو رئیس جمهور آمریکا اومد اعلام کرد ترامپ و بعد رسانه ها شروع کردن مثل آیت الله بی بی سی اعضای عمومی اعلام کرد، اصلا کلا کلکوپش میشون فر خورد و خیلی صحبت کردن مثل موگرینی، این حاجی خانم موگرینی اومد صحبت کرد که بله آمریکا اشتباه کرد و اون میخواد بره ما همچنان هستیم. داشتم توضیح میدادم برای دوستان که نه، اروپا هیچ کاری نمیتونه بکنه، تمام زورشو زد که این اتفاق بیفته ولی نتونست و بحث اصلی هم سر بودن یا نبودن جمهوری اسلامی در اصل، ولی برجام میکنه اصلا چیزی خاصی مد نظرشون چیزی اصلا ندارن. داستان سر بودن یا نبودن جمهوری اسلامی بود که خوشبختانه رئیس جمهور آمریکا، البته این منوط و این دلیلی برای این نیست که ایرانیان بشینن کنار نگاه کنن یک کسی دیگه یک کاری براشون بکنه، نه، ممکنه اگر این خلأ پیش بیاد یا اگر اون مردم داخل ایران نتونن به موقع حرکت بکنن و این جمهوری اسلامی رو سرش بکنن اونجای خمینی، ممکنه جایگزینی برامون مافیاها به قول معروف آماده کنن بسازن که صد پله بدتر از این جمهوری انگلشان آخوندی باشه. پس این فرصتی که پیش اومده رو داشتم در مورد این توضیح میدادم که چیکار باید کرد و چجوری باید. من صحبت‌ها جناب قاسم، من صحبت‌های ترامپ رو شنیدم، گوش کردم و دیشبم من این مطلب رو خیلی شفاف تو برنامه عرض کردم که بودن ایالات متحده در برجام یا نبودنش فرقی به حال ما مردم ایران نخواهد کرد برای بهتر شدن. اما همین اتفاقات رو پیشتر من فکر میکنم میگم دو سه سال پیش توضیح دادم، ایالات متحده آمریکا آقای قاسمی اولین کشوری بوده که در زمان شاهنشاه فقید در مقابل تمام مخالفان در سازمان ملل ایستاد تا اجازه احداث انرژی هسته‌ای رو، چیزهای هسته‌ای رو، مراکز هسته‌ای رو به ایران انتقال بدن و این مجوز رو بدن. تنها حامی اون زمان ایالات متحده آمریکا بوده و بعد از اینکه شورش 57 شکل گرفتم، باز اولین کشوری که اومد شروع کرد مبارزه کردن با انرژی هسته‌ای در داخل کشور آمریکاست. چرا؟ اینها دلیل داره. ما اگر به برنامه ریزی منطقه خاورمیانه یا طرح خاورمیانه بزرگ دقت بکنیم، شرایط شکل‌گیری و پیشرفت کشورهای منطقه از نظر ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش برای تبدیل اتحاد جماهیر شوروی
به چندین کشور که اومدن آسیای میانه رو شکل دادن، کشورهایی رو ازش تجزیه کردن و کوچکترش بکنن. به خاطر چی؟ هزینه بسیار گزافی این وسط رخ داد، هزینه بسیار گزاف. تمام این اتفاقات شکل میگیره بابت اینکه اینها به منافع خودشون برسن، به خاطر اینکه دست یک سری عواملی تو کار هست تا از کشور ما، کشورهایی که دارای نفت هستن، انرژی میتونن تولید بکنن، سوء استفاده ببرن. امروز صحبت‌های دونالد ترامپ نشون دهنده این بود که نسبت به تصمیمی که گرفته قاطع نیست هنوز، اما نسبت به اوباما، نسبت به خیلی دیگه شون مصمم‌تر هست تا این مسیر رو ادامه بده. منتظر اینه که یک سری از مدیران، چون قطعا شما در جریان هستید جناب قاسمی، بسیاری از مدیران کاخ سفید هنوز انتخاب نشدن کماکان، چون بسیار بسیار با وسواس داره میره جلو و خیلی ها هم که عوض کرده، چند نفری هم که دو ماه پیش عوض کرد، به این دلیلی که ترامپ داره با وسواس میره جلو و این نشون دهنده این هست یک سونامی بسیار شدیدی در سیاست گذاری های خارجه ایالات متحده میخواد شکل بگیره. اما به نظر من این قدمی که امروز برداشت ترامپ قدم بسیار محکمی بود برای 4 روز آیندهش، یعنی بسترسازی رو ایجاد کرد، این شوک رو به همه متحدانش داد. نه موگرینی، نه کس دیگه، نه انگلیس نمیتونه دیگه کاری بکنه. اگر اتفاقی در طول این 4 روز بیافته، هرچی من دیشب این خاطرتون باشه، هرچی ما جلوتر بریم، اگر این ورق برگرده، یعنی جمهوری اسلامی کاملا کشور رو حراج گذاشته که بتونه باقی بمونه، چون مجبور باج‌های بسیار سنگینی بده. اتفاقاتی که دونالد ترامپ اعلام میکنه در قبالش از جمهوری اسلامی میخواد که نیروهاشو از توی عراق، یمن، سوریه، لبنان خارج بکنه بدون قید و شرط، باید اجازه ورود کارشناسان هسته‌ای رو به تمام راکتورهایی که دارن کار میکنن صادر کنه. اینها نقطه ضعفایی که جمهوری اسلامی در راستی آزمایی این دوره نشون داد که درست عمل نمی کنه و برخلاف تعهداتش عمل کرده. در خدمتم. دقیقا جناب کمالپور با شما موافقم و حالا فرصتی که الان پیش میاد دقیقا همینجاست. ببینید کلن مافیاها و سیاست‌های جهانی، یعنی اون گرگ و شغالایی که اون پشت مشت هستن که دنبال منافع خودشون هستن، اینا یک خط فکری یا یک به قول معروف دنبال یک ابزاری میگردن که یک منافعشون حفظ بشه و دو بتونن ببرن، بتونن بخورن، بتونن به قول معروف مدیریت کنن اون قسمتایی که میخوان یه سری کارا رو انجام بدن. حالا بس اینجاست، حالا صحبت همینجاست. امشب وقتی این اومد این صحبت رو ترامپ اعلام کرد، ببینید یک حسن خیلی خیلی عالی که داره. شما در سال 88 میبینید ملت تو خیابون فریاد میزنن که اوباما تو با اونایی یا با ما، و اون اوباما هم روشو میکنه اونور میگه نه من با خامنه ای هم دارم داد و ستد میکنم. حالا جالبیش میدونی کجاست؟ جالبیش اینجاست که این بیچاره رئیس جمهور آمریکا الان داره میگه، تو آخر پیامش، یعنی اون قسمت آخر سخنرانیش، اعلام کرد گفت مردم مظلوم ایران که 40 سال تحت ظلم و ستم و فلان و فلان این رژیم هستن، بدانن مردم آمریکا با ملت ایرانن، یعنی حرکت کنید تا ما پشتتون رو بگیریم. ملت سال 88 توی خیابون داشتن فریاد می‌زدن، امروز که این داره میگه یه سری دوستان ما میان، خلاصه یه سری داستانایی که خودتون میدونید درست میکنن، اما ما با هیچ کدوم اینا کاری نداریم. الان صحبت اینه که بعد از این صحبت ها من دیدم که یکی از این شیادان بزرگ به نام شهرام شارلاتان که معرف حضور همه دوستان هست، درود بر شما جناب کاشانی، اومده و داره اعلام میکنه که داره توپو میندازه دوباره کجا؟ تو زمین شاهزاده. میخوام مغلطه رو دوستان متوجه بشید، مغلطه رو، یعنی این تایمر یه جورایی به قول معروف ازتون بگیرن، این تایمر بگیرن که ملت برن تو آشی. و اومده اعلام میکنه که آره الان دیگه زمانیه که شاهزاده بیاد و از این نمیدونم آقای کیک و آقای ایکس و گروه فلان و گروه فسار دعوت کنه که اینا جمع بشن توی استادیوم مثلا 12,000 نفری، در صورتی که این داستانا دیگه نخنما شده توی این 40 سال دیگه، اینا نخنما شده. ولی خب این آقایون اومدن برای تیر اول توپو دارن اینجوری میندازن تو زمین. حالا چرا دارن این کارو میکنن؟
برگردیم به همین برنامه‌ای که گذشته دوستانم که داشتن، مثل بچه‌هایی که در این همایش صحبت این همایشه و جمع شدن ایرانیان برای اون جایگزینی، به قول معروف حواسا رو یه جورایی پرت کنن. خب میدونید اینا رسانه در اختیار دارن و رسانه‌شون هم حالا تا حدودی بیننده داره و این شخص شیاد هم یه قدرت بیانه یا فن بیان خاص خودشو داره. الان صحبت من اینج به اینجا رسید که شرایط بین المللی آماده است، شرایط ضعف جمهوری اسلامی هم آماده است که الان دیگه دقیقاً آشمز شده، چون وقتی آمریکا از برجام اومد بیرون، یعنی اون خلیفه سر تسبیح به قول معروف کنار کشید و این تسبیح دیگه میریزه دیگه، حالا هر کی هم میخواد باشه توش باشه مهم نیست. اون صحبتی که همیشه شاهزاده رضا پهلوی هم در موردش میکنن و همه وطن پرستان میدونن که اون تجمع نیست و هنوز تشکیل نشده و گرد هم نیومدن، میتونه باعث این بشه که دوباره یه داستان دیگر رو برای ما آماده کنن، بکنن تو زرورق، پشتش هم یه قالب حالا مثل داستان کنفرانس لندن پادشاهی خواهی رو بپیچن و اینو حواله بدن به توی زمین ملت ایران. اینجا صحبت سر اینجا بود که شما تشریف آوردین بالا. حالا برگردیم بیایم روی همایش خودمون. خب شرایط بین المللی کاری نداریم، داره کارشو میکنه، شرایط داخلی هم کار خودشو میکنه. بفهمید جان کامپوش صحبت ببند تو بده. ببخش من که مطلبی رو خواهش میکنم اینجا عرض کنم، با توجه به شرایط امروز، اتفاقاتی که الان داره رخ میده، اگر مردم داخل کشور هوشیار باشن و درست عمل بکنن، دو اتفاق بسیار مهم جناب قاسمی رخ میده. با حوادث اخیری که در جامعه بین المللی توسط جمهوری اسلامی رخ داده و درگیری هایی که در سوریه رخ داده، اگر در اتفاقات تا همین 4-5 روز جنبش و اون قیام مردمی شکل بگیره که باعث بشه ما نزدیک بشویم به رستاخیز، خب، و هر کدوم از مقام های رژیم کثیف آخوندی از کشور پاشون رو بذارن بیرون، قانون این اجازه رو میده، حقوق بین الملل این اجازه رو خواهد داد که حکومت بعدی رأساً و رسماً درخواست کنه که اینا رو بلافاصله برگردونن به داخل کشور برای حالا هر اتفاقی، حالا محاکمه بشن، بررسی کنن، هر چیزی. خب این قوانینه، چون در زمان درگیری فرار هر یک از مسئولین از دونپایه ترینشون تا بالاترینشون این اجازه رو میده که منجر میشه به سرنگونی این رژیم آخوندی. این دو مسئله رو اگر ما دقت بکنیم و مردم داخل کشور هم اینها رو بدونن و اقدام بکنن، این همبستگی که از دیما تا الان هست و میبینیم هنوز گوش و کنار کشورمون در حال خروش های ناپیوسته هستن، بشه پیوسته و بدون گسستگی، قطعا این اتفاق رو خواهد داد. این یک پیام دقیقا مثل موسیقی میمونه که ما میگیم پرسش و پاسخ، از داخل کشور اتفاقی بیافته قطعا در جوامع بین المللی هم جواب میدن و جمهوری اسلامی بلافاصله سرنگونه، مسئولینش هم هیچ جای دروی نخواهند داشت. ببخشید اومدم وسط صحبتتون، به خاطر اینکه پیوند بخوره با فرمایش شما خواستم این عرض کنم. خواهش میکنم جناب کمالپور. اولا دوستان عزیز توی فیسبوک لطف کنید از این لایک و قلبا نفرستید، چون اینا رو میفرستید اینترنت ضعیف میشه و صدا قطع و وصل میشه، بعد که برنامه ضبط شد میتونید بعدا برید بفرستید، ولی الان لطفا نفرستید، خواهش میکنم ازتون، چون صدا قطع و وصل میشه. دومی که یکی از دوستان نوشته بودن که دعا کنید خامنه ای امشب بمیره که فلان، نه عزیزم خامنه ای نباید بمیره اتفاقا، اینا هیچ کدومشون نباید بمیرن، اینا باید بمونن و کار داریم کار داریم با اینا، اینا ببخشید مردن که به همینجوری راحتی، نه اینا نباید بمیرن، تمام اینا رو باید زنده نگه داشت، چون کارشون داریم باشه. بعد حالا جناب کمالپور همه این مسائل رو گفتیم، بریم سراغ اصل برنامه و کاری که دوستان دارن انجام میدن توی این همایش. ما توی برنامه گذشته، اولا یه گله‌ای بکنم از دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن، من توی صفحه رستاخیز دیروز بعد از برنامه اون کلیپ رو گذاشتم، ولی از شما خواهش کردم برید این کلیپ رو پخش کنید، شیر کنید، البته یه تعداد
زیادی از دوستان این کار انجام دادن ولی کمه، باید بیشتر از این کار انجام بشه، چون اینا یه چیزاییه که باید پخش بشه، باید همگان بشنون، باید باستاب داشته باشه. لطف کنید برید اون برنامه و اون کلیپی که گذاشته شد، کلیپ تیزر هتل، این اونا رو برید پخش کنید. کلیپ جدیدش هم احتمالاً تبلیغات جدیدش هم فردا بیرون خواهد اومد. و دو، جناب کمالپور، ما از اولا که فرصتی نداریم الان با این شرایطی که پیش اومده، شرایط بین المللی و فلان همه این مسائل، و تایمی که این همایش قرار اعلام بشه فرصت ما بسیار بسیار محدوده، یعنی زیر یک ماه تقریبا فرصت داریم. بنابراین من فکر میکنم که دوستان باید یه مقداری تلاش کنن. عزیزانی که میخوان توی این همایش شرکت کنن، لطف کنید توی اون کلیپ یه شماره تلفن داده شده، یک آدرس ایمیل داده شده، به اون ایمیل بزنید تا اون دعوتنامه براتون ارسال بشه، اون فرم براتون بیاد و شما مشخصاتتون رو بدید. اگر میخواید هتل رو رزرو کنید، بتونید با اون لینکی که هتل توی اشتوتگارت یک سایتی برای این همایش شرکت کنند، یک سایتی توی پست قبلی هم گذاشته شده، اون سایت خود هتل مخصوص این همایش گذاشته، برین از اونجا رزرو کنید اتاقتونو و بلافاصله به اون ایمیل خبر بدید که ما بدونیم چه تعدادی از دوستان اومدن رزرو کردن و قراره بیان، یعنی که ما بدونیم به هر حال که چه تعداد آدما تشریف میارن. پس حتما خبر بدید به ما که من رزرو کردم، دو نفر، یه نفر، سه نفر، ده نفر میخوای بیان. یک. دو، هزینه دوستان، هزینه از در خودتون که منم چرا اینترنت داره جفتک میندازه، هزینه خواهش کردم ازتون دوستان نه لایک بفرستید نه قلب. عزیزانی که دارن قلب میفرستن نفرستید، بنده دفعه دیگه من دیگه مجبورم دوباره با اسکایپ و این دمه دستگاه بیام، ظاهرا نمیکشه اینترنت. هزینه از در خونتون تا بیاین اونجا و برگردید با خودتونه دوستان. هر عزیزی که تشریف میاره هزینهش با خودشه، چه پول بلیط هواپیماتون باشه، قطارتون باشه، بنزینتون باشه، هتلتون باشه، همه اینا هزینهش با خودتونه. یک سالونی اونجا تدارک دیده شده که این سالن و هزینه های جانبی این سالن که کم هم نیست، دوستانی به قول معروف پیشنهاد دادن و کمک کردن که کمک میکنن برای این هزینه ها. از دوستان دیگه که میتونن کمک کنن برای اون سالن، برای گرفتن اون سالن که محل این گرده همایی است، خواهش میکنم به همون شماره تلفن یا به همون ایمیل یا به صفحه رستاخیز یا به جای دیگه که برنامه پخش میشه پیام بدید، اون شماره تلفن رو به شما میدن. اون شما وقتی با اون شخص گفتگو میکنید شماره حساب به شما میده و شما میتونید کمکاتون رو به اون شماره حساب بریزید، برای اینکه ما بتونیم، نه اینکه ما، یعنی دوستان بتونن یک مراسمی رو تدارک ببینن و تحویل بدن که در خور شخصیت و جایگاه ایرانیان باشه، مخصوصا ایرانیان پادشاهی خواه. پس لطفاً تو این زمینه کوتاهی نکنید. اگر دوستی، آشنایی، فامیلی، نمیدونم همسایه، همشهری میشناسید که یه تخصصهای خاصی رو داره ولی تو فکر ایران نبوده یا اصلا در جریان مسائل ایران نیست، آگاهش کنید، ازش خواهش کنید بیاد توی این همایش یا ارتباط بگیره با این دوستان که بتونیم از اون تخصص و به قول معروف تجربه ایشون استفاده کنیم برای طرحهایی که باید ارائه بشه به ملت ایران که چگونه باید در فردای سرنگونی جمهوری رژیم انگل نشان آخوندی چه کمکایی میشه به اون کشور کرد و مردم آگاه باشن. کما اینکه شما در این 40 سال وقتی تمام این سازمان‌ها و گروه‌های اونوریا رو منظورمه، مافیایی‌ها رو نگاه می‌کنید، دیروزم گفتم اینا دعواشون تماماً بر سر قدرته یا بر سر جابجایی مهره‌هاست، اصلا به فکر مردم ایران، محیط زیست ایران، آب ایران، خاک ایران، نمیدونم تمامیت ارضی ایران و این مسائل نیستن، اینا اصلا براشون مهم نیست، این مهره نباشه این مهره باشه. ولی ما می‌خوایم ایرانیان جمع بشن، اون ایرانیانی که واقعا حس میکنن به وطنشون بدهکارن، به اون خاکشون بدهکارن، به اون کودک کاری که در خیابان هست که نسل امروزه و اینا در دو نسل پیش بهره بردن از منابع اون کشور که نسل امروزش توی خیابان داره به قول معروف کارتون خوابی میکنه، به اون کودک بدهکارید. همه ما بدهکاریم به اون کشور.
و باید این وظیفه رو انجام بدیم. خب تا حالا جایی نبوده که این هموطنان بیان و بخوان به قول معروف کمکی بکنن، نه کمک مالی منظورم نیست، کمک فکری، کمک اندیشه‌ای، تا حالا جایی نبوده. همه اینا که گفتم دنبال نخود‌سیاه بودن، ولی امروز این امکان فراهم شده که این دوستان تشریف بیارن و به قول معروف طرح‌هاشون رو ارائه بدن، نظراتشون رو بگن، تجربیاتشون رو بگن. من همین امروز با یه خانم دکتر روانشناسی صحبت می‌کردم و به ایشون گفتم، گفتم اتفاقا یکی از اون کسایی که باید تشریف داشته باشه اونجا و اون قسمت روانشناسی جامعه و آسیب‌های روانشناسی جامعه رو دنبال کنه، طرح بده، نظر بده، ایرادا رو بگه و چه راهکاری میده، یکی شخص خود شمایید، مهمتر از همه چیز. چون روان جامعه ما رو بعد از جمهوری انگل نشان که اومده روی کار تا به امروز آلوده کردن و از بین بردن و این یکی از مهمترین قسمت هایی است که باید در آینده ایران روش کار بشه. جناب کمالپور صحبت شما رو بشنویم و من نمیدونم این خدمت رو عرض کنم، اگر خاطرتون باشه جناب قاسم، ما در برنامه‌هایی که داشتیم قبل از اینکه این همایش رو اعلام بکنیم، بسیاری از همیهنانمون میومدن کامنت میذاشتن چرا پادشاهی خواهان جمع نمیشن، چرا باعث همبستگی نمیشید، چرا نمیدونم کنفرانس نمیذارید، دوره هم جمع نمیشید، متحد نمیشید، با عناوین و گونه‌های مختلف فکر میکردم ما نشستیم و یا برنامه ای نداریم. الان نوبت این رسیده که حالا شما خودتون رو نشون بدید. ما اون کاری که باید میکردیم آغاز کردیم و تا آخرش هم هستیم، چه شما عزیزان بیایید چه نیایید، ما هستیم بران عهدی که بستیم و یک قدم هم عقب نخواهیم رفت. اما به هر حال یک روزی یه جایی ما ایرانی ها، ما انسان ها باید کاری که وظیفه‌ای که بر دوش ما هست از نظر ملی، از نظر وظیفه ملی میهنیمون انجام بدیم. اگر انجام دادیم خب حداقل فردا اگر خودمون هم زنده نباشیم، فرزندان ما، نسل های بعد از ما سرشون رو میگیرن بالا و به نیاکان و اجدادشون نمیخندن و سرشون رو نمیندازن پایین که ای بابا پدر من، مادر من مثلا در یک همچین اتفاقی که نقش حیاتی یا نقش مهمی رو میتونسته در آزادی کشور ایفا کنه نشسته تو خونه و بیرون نرفته. دقیقا مانند سال 57، الان نگاه کنیم به سال 57 یا اوایل سال 58 که حجاب رو اجباری کردن، اگر تمام بانوان کشور میومدن بیرون این اتفاقا رخ نمیداد، همونجا جلوش بسته میشد. اگر خیلی از دوستان یا عزیزان، کسانی که در سال 57 و 58 بودن اون موقع سکوت نمی‌کردن، ما فرزندانی که اون موقع بچه بودیم و امروز بزرگ شدیم این همه بدبختی رو در طول 40 سال تحمل نمی‌کردیم، خودشون هم بیشتر از ما زجر کشیدن. اما امروز زمان سکوت نیست، این اتفاق به راحتی میتونه رقم بخوره که یک همبستگی بزرگ شکل بگیره و در کنار این برنامه هایی که برای آینده مبارزاتی هست و با وجود و حضور کارشناسان، متخصصان، کسانی که واقعا میتونن نقش آفرینی کنن در این اتفاق مهم حضور پیدا بکنن، شرایط مهیاز. نه این اتفاقات، هم جناب قاسمی بارها اینو فرمودن، هم من عرض کردم که این اتفاقات نه ربطی به جناب قاسمی داره، نه ربطی به مهران کمالپور داره، نه ربطی به سازمان ها داره، این ارتباط مربوط به همه ایرانیان و در خدمتون قاسمی. ببخشید جناب کمالپور، دوستان اگر صدای منو دارید خواهش کردم ازتون نه لایک بفرستید نه قلب بفرستید، سپاسگزارم از محبتتون، بعد از برنامه بفرستید، ولی الان صدا و تصویر فریز میشه و اجازه بدید این گفتگوها انجام بشه. خواهش میکنم نه لایک بفرستید، من الان دارم میگم نه لایک بفرستید نه قلب بفرستید، دوستان دارم چه فرد برد میفرستن. البته خب میشه گذاشتش پای مهر و دوستی و دوست داشتن و خوشحالی هموطنانم، ولی امکانات یه مقداری ضعیفه. خواهش میکنم این مقدار رعایت کنید، بعد از برنامه که تموم شد هم لایک بذارید هم قلب بذارید هم برید پخش کنید، این برنامه رو شیر کنید، در حد تیم ملی هم شیر کنید، این کاریه که میشه انجام داد. ولی الان اجازه بدید خواهشان این گفتگو انجام بشه. بفرمایید جناب کمال.
این عرض میکردم که الان در این شرایطی که هستیم و شرایط بحرانی هم هست، یعنی روز به روز ما از دیما وقتی نگاه میکنیم میبینیم لحظه به لحظه شرایط داخل کشور بحرانی تر شده، لحظه به لحظه شرایط جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در دنیا، در دنیای سیاست به مخاطره افتاده و بدتر و حادتر شده. پس اگر ما، من ایرانی، منی که واقعا دلم میسوزه برای کشورم، منی که واقعا دلم میخواد کشورم آزاد بشه و در دنیای آزاد ایران قدم بزنم، در روزگاری که وقتی در خیابونهای شهرمون قدم میزنیم در هر جایی که هستش فرق نمیکنه، کرد و بلوچ و لور و عرب و گیلانی و مازنی و خراسانی و گرگانی، هیچ فرقی با هم ندارن، ترک و آذری و همه اقوام، همه اقوام وقتی توی محله‌های خودشون قدم میزنن احساس امنیت کنن، احساس آرامش کنن، احساس اینو داشته باشن که فردای فرزندانشون در یک ثبات اقتصادی، در یک ثبات امنیتی و آسایشی هست و این با هیچی میسر نیست به غیر از این که امروز ما ایرانیان دستمون رو بدیم به دست هم دیگه، به هیچی از دنیای پیرامونمون که میخوان ما را از این مسیر منحرف کنن به اشکال گوناگون. درود بر شما جناب فرهنگ رضایی گرامی. با شیوه های گوناگون میخوان ما را از مسیرمون خارج کنن جناب قاسمی، و ما نباید توجه کنیم، بیاییم دست بذاریم تو دست هم دیگه. بسیاری از عزیزان از داخل کشور هستن نمیتونن به خاطر شرایط امنیتی نمیتونن اسمشون رو اعلام بکنن یا چهرهشون دیده بشه، شرایط اونها کاملا گوناگونه و ما موظفیم که امنیت جانی همیانانمون در داخل کشور رو تامین بکنیم نسبت به کسانی که تمایل دارن در این اتفاق بزرگ و مهم نقش داشته باشن، حضور داشته باشن و از دانش و تجربهشون برای آزادی کشورشون استفاده کنن. خواهشی که من دارم اینه، دقیقا مانند جناب قاسمی، این ویدیوها رو منتشر کنید، ویدیو تیزر تبلیغاتی همایش یکم، دوم و سوم ماه جون رو منتشر کنید تا سایر همیهنانمون در هر کجایی که هستن، در هر یک از کشورهای اروپایی که هستن مطلع بشن، حضور داشته باشن. حضور در این جلسات، در این همایش ها بسیار مؤثر. مواردی که در این همایش ها مطرح میشه و چون زنجیره‌ای هست بسیار مؤثر میتونه باشه در کنار صحبت هایی که در کارگروه های مختلف، حالا در آینده نه چندان دور به اینها بیشتر خواهیم پرداخت، شکل میگیره. بسیار مؤثره که عزیزان حضور داشته باشن. سپاسگزار میشم ازتون، پخش کنید و در این یک زمینه اصلا صرفه‌جویی نکنید که ایران زودتر آزاد بشه. سپاسگزارم جناب قاسمی. خواهش میکنم جناب کمالپور. یکی از این دوستان، اولا یه سری از دوستان انتظار دارن که ما ببخشید همیشه هر کاری رو میخواییم انجام بدیم به اطلاع دیگران از قبل باید برسونیم. یه موقعی شرایط به گونه پیش میاد که شما مجبوری در یک به قول معروف زمان خاص بیای و یه سری مسائل رو بگی، یه سری کارا رو انجام بدی. مثل همون چند شب پیش که من ساعت 12:01 نیمه شب بود مزاحم هموطنان شدم اومدم روی لایو و بعد یه سری مسائل رو مطرح میکردم. خواهش میکنم از یه سری بحثای کودکانه و احمقانه بگذرن دوستان. اما برگردیم رو سوال یکی از عزیزان که این پایین پرسیدن، خیلی سوالشون جالبه و سوالشون اتفاقا من بارها توی برنامه خودم توضیح دادم ولی الان باز میخونم، شما هم بعد نظرتون رو بگید. ایشون نوشتن که بانو فرانک ما نوشتن درود بر شما، اولا سپاسگزارم از تلاشاتون در آگاهی دادن مردم از طریق فیسبوک. یک سوالی هم از شما دارم، اینه که با توجه به با توجه به این همه صداقتی که از شما دیده میشه، اگر یک روزی در ایران آزاد شما در جایگاه و مصدر کاری قرار نگیرید، ممکنه علیه شاهزاده باشید؟ سوال پرسیدن. یا اینکه براتون فرقی نخواهد کرد و هدفتون آزادی ایران و حضور شاهزاده در ایران برای نجات ایران و ایرانی هست؟ این هم سواله، لطفا در صورت امکان به وضوح پاسخ این سوال رو بدهید. ببینید من پاسخ خودم رو میدم دوست عزیز. ما قراره کشورمونو از یک سری آدم های نابلد بگیریم
بدیم دست یک سری آدم های بلد، آدم های کننده کار، کسایی که تخصص داشته باشن. من سعید واسمی که الان با همین عد دوستان توی رستاخیز سیمرغ هم نمیتونم به قول معروف صفمون رو اداره کنیم، چجوری میخوایم مملکت رو اداره کنیم یا در مسند جای قرار بگیریم؟ نزدم من خودم به شخصه در فردای ایران هم اتفاقا کارم شاید اگر اون فضای رسانه‌ای داخل ایران اجازه بده همینه، همینی که الان شما دارید میبینید. کارمون افشاگریه اون کسانیه که بدخواهانه در قالب یه سری لباسا میرن و داخل یه سیستم آینده میشن و ما وظیفه داریم فردا هم اتفاقا با اونا درگیر باشیم. جنگ اصلیه ما دوستان خوب دقت کنید، جنگ اصلیه ما در حقیقت امروز نیست، جنگ اصلیه ما فردای سرنگونی جمهوری اسلامیه. اونجاست که باید تکلیف مردم حساب با قول معروف مردم با آگاهی کامل انتخاب کنن. در داستان لندن اومدیم اینا رو توضیح دادیم، اینا رو اومدیم گذاشتیم. صحبتی که اونا میکردن چی بود؟ میگفتن مجلس مؤسسان نوع حکومت را انتخاب میکند برای ملت. مجلس مؤسسان کیا بودن؟ همین اراذل اوباشی که توی لندن بودن، منتها تحت نام مجلس مؤسسان، یعنی همون مجلس لویژوریگه افغانستان که میخواستن با محبوبیت یعنی میخواستن که نه، با محبوبیت ظاهرشاه افغانستان اومدن و چیزو حامد کرزی بقالو کردن رئیس جمهور افغانستان و اون بلا رو به سر اون کشور در آوردن. ما اتفاقا جنگ اصلی ما دوست عزیزم، ما نه سواد این کار رو داریم که بیایم یک قسمتی از یک مملکت رو بخوایم اداره کنیم، نه تواناییشو داریم نه تخصصشو داریم. ما کارمون همینه که خود من و رستاخیز سیمرغ رو میگم، جناب کمالپور رو نمیدونم، با دوستان دیگه خودشون نظرشون رو میگن، ولی من کارم با مجموعه رستاخیز سیمرغ، من به عنوان سخنگوی رستاخیز سیمرغ همینی خواهد بود که الان دارید میبینید. جناب کمالپور فهمید. خواهش می‌کنم. این مبحث بارها صحبت شده جناب قاسمی در رابطه باهاش، هم من در برنامه خودم به صورت شخصی اعلام کردم، هم یک بار در برنامه با شما و دو بار هم در برنامه با جناب جوان گرامی. بعد از آزادی کشور و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی من یک وظیفه بیشتر ندارم و اونم این هستش که برم پای صندوق رأی و رأی خودم رو نسبت به نوع حکومت آینده اعلام کنم و بعد از اون نه دنبال دردسر میگردم اگر زنده باشم. اینقدرم کار و زندگی و چیزایی رو بلدیم، حالا اسمشو نمیخوایم بگیم بیزینس، که بتونیم یه لقمه نون در بیاریم زندگیمون رو بگذرونیم و دنبال این چیزا نیستیم که خواسته باشیم به پست و مقام فکر کنیم یا دنبال پست و مقام باشیم به خاطر پست و مقام بجنگیم. اصلا ابدا. از روز اولی هم که شروع کردم با هر کسی صحبت کردم، در هر جایی صحبت کردم، گفتم من به عنوان یک مبارز دارم مبارزه میکنم و نیازی به پست و مقام حتی برای نمیدونم دبیر کلی سازمان و این چیزا هم نبوده نیست و نبودم هم. فقط این که سرم بندازم پایین مبارزه هم بکنم به موقعش با دلایل با استناد به یک سری مدارک با اون در حد توان خودم مبارزه کنم، همین. قطعا در آینده بعد از گذر از جمهوری اسلامی به دنبال هیچ گونه فعالیت مدیریتی نیستم، اما این فرق داره با اینکه اگر فردای بعد از گذر از جمهوری اسلامی حکومتی بیاد خواسته باشه دروغ بگه من بشینم، باز اون موقع من همین مبارز هستم، اما باز برای منافع ملی کشورم. در خدمت هستم جناب حسین. سپاسگزارم جناب کمالپور عزیز. ببینید دوستان، ایرانی که مد نظر خیلی از دوستان هست که اون ایران به اون به قول معروف ایدئال ها کشور ما برسه و مردم ما برسه به اون جایگاهش برسه، راحت به شما بگم فردایی هم که جمهوری اسلامی سرنگون بشه حداقل 3 نسل طول میکشه تا اون ایرانی بشه که مد نظر پادشاه ما بود، از دروازه تمدن رد بشه. حالا چرا و چگونه ای اتفاق میفته؟ برگردیم رو سیستم آموزشی کشور. جمهوری اسلامی در این 40 سال بلایی به سر اون مملکت از نظر به قول معروف جامعه شناسیش یا رفتار آدما یا ادبیات یا گفتار یا نوشتار یا کتاب هایی که تو کله یه سری امثال من ها کردن
که همش جعل و دروغ و به قول معروف از قوم‌های تازی آوردن برای ما ساختن به جای تاریخ واقعی کشورمون. پس نسل من، نسل قبل از من و قبل تر از نسل من، ماها همینی هستیم که هستیم. یعنی ما باید بیایم بالا به قول معروف تا اوت بشیم نسل‌های بعدی. نسل‌های بعدی رم از فردای سرنگونی وقتی صحبت از این طرح‌ها میشه، دقیقا یکیش همینه که طرح آموزشی ارائه بشه که از فردای سرنگونی، از مهد کودک ها آموزش صحیح درست داده بشه، اونم نه با این استادایی که تربیت شده سیستم جمهوری اسلامی هستن، نه، چون این استادا میخوان همون مزخرفاتو بکنن تو سر اون نسل. باید این سیستم به گونه ای طراحی بشه که نسل جدید بعد از جمهوری اسلامی، یعنی فردای سرنگونی، از سیستم مهد کودک آموزش های لازم داده بشه تا بیاد بالا. اون نسل وقتی اومد رسید به 18 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال که خواست مملکتشو اداره کنه، رو اون نسل میتونه آدم حساب کنه که این اون نسلیه که میتونه از دروازه تمدن به قول معروف عبور کنه. ما همینو گفتم، گرفتاری ما، جنگ اصلی ما بعد از جمهوری اسلامی سر همینه، چون خیلی مسائل داریم که باید بالا و پایین کنیم که کلاه سر ملت ایران نره. این خیلی مهمه، چون میتونن افراد رو، گروه های رو به قول معروف یک رنگ و لعاب خیلی خوشگلی بهش بدن، معرفی کنن به این جامعه، و ما نباید اجازه بدیم که اون سازمان یا اون گروه یا اون حزبی که الان حاکم قراره بشه بر اون کشور 40 سال زمان ببره که ملت بشناسن اون حزب کیه. ما اتفاقا میگیم باید از همون ابتدا ملت کل پرونده این احزاب رو بدونن. خب چجوری میتونن ملت کل اون احزاب پروندهشو ببینن؟ همین کاری که امروز دوستان ماها و دیگران دارن میکنن، میان افشاگریایی که میکنن. این افشاگری ها رو فکر نکنید فقط امروز کاربرد داره، نه، این افشاگری ها در فردای سرنگونی کاربردش 10 برابر از امروزه. این نکته بود که باید دوستان بهش توجه کنن. پس جناب کمالپور، من اگه اجازه بدید یه توضیح دیگه راجبه این همایش بدم. دوستان، یک تیزر گذاشته شده، یه شماره تلفن و یک ایمیل توی این تیزر هست. لطف کنید برای ویزیت اتاقتون، برای اگر میخواید کمک مالی بکنید به اون سالن که داره تدارک دیده میشه، با اون شماره تلفن هماهنگ کنید. دوستان این شماره حساب به شما میدن و حالا مبلغی که از دستتون برمیاد کمک کنید که این مراسم به قول معروف در حد توان اون چیزی باشه که در شأن ایرانی هست. چرا که ماها پشتمون نه مافیای، نه سازمان، نه دفتر، نه دستکیه. مردم عادی هستیم که میخوایم دست رو زانوی خودمون و با جیب خودمون این حرکت رو شروع کنیم. اگر یه مجموعه میبینید میاد بهترین هتل در لندن، در کانادا، نمیدونم در فلان، براش گذاشته میشه، هزینه ها رو میده، ساندیس هم میده، کیک و شیرینی مجانی هم تو هواپیما بهتون میده، بدونید اون یه جریانیه که اون جریانه میخواد سوء استفاده کنه از حضور ایرانیان. و اینا خطرناکه، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه. وقتی میخواست، البته الان که دیگه نمیتونه، وقتی میخواست ملت رو بیاره توی تجمعی، ساندیس پخش میکرد، ساندویچ پرت میکرد، 2 کیلو مرغ میداد، 3 کیلو برنج میداد که ملت رو بکشونه بیاره. ما نه، ما میگیم ایرانیان واقعی کسانی هستند که حتی حاضرن از جیب خودشون هزینه کنن بیان که یک حرکتی رو برای کشورشون انجام بدن. پس لطفاً اینو دقت کنید به این تیزرها و اینا رو هم پخش کنید. جناب خسروی درود بر شما، جناب رضایی درود بر شما و دوستان دیگه که به پوزش من ندیدم کامنتتون. خب جناب کمالپور، اگر صحبت پایانی هست میشنویم، اگر نیست که از حضور دوستان به قول خواهش میکنم همون فرمایش شما ویدیو رو پخش کنن، تیزرها رو پخش کنن، با دوستان ارتباط بگیرن، هر رایی که فکر میکنن براشون امکان پذیر هست. برنامه برای خود ایرانیانه، برنامه برای ما ایرانی ها هستش که بتونیم کشور رو نجات بدیم. دریغ نکنید کمکاتون و دانشتون و توانایی هاتون رو از ایران برای آزادیش دریغ نکنید. سپاسگزارم از شما جناب قاسمی از اینکه زمان دادید به من. باز هم بهترین ها رو برای همه همیانان عزیزم آرزو میکنم در هر کجای دنیا که هستن. پاینده ایران و ایرانی، جاوید اعلیحضرت، شاهنشاه رضا شاه دوم. سپاسگزارم از شما جناب کمالپور که تشریف آوردید. پاینده باشید. آریا جان، شما نوشتی که
درود بر میهن پرستان در شوتگارد، ولی هیچ حرکتی بر سرنگونی جمهوری اسلامی اولویت نداشته و نداره. دقیقا صحبت ما هم همینجاست دوست عزیز. ما باید اون آدم ها رو، اون متخصصین و اون ایرانی های وطن پرست رو یه جایی جمع کنیم که اون ایرانی داخل از کشورم بدونه که اگر داره حرکتی میکنه خارجی هم دارن یه کاری میکنن، خارج نشین ها. و یه سری طرح ها، یه سری برنامه ها، چون فرصتی نیست. فکر نکنید جمهوری اسلامی گفته تا ما بخوایم ایرانمون رو نجات بدیم بعد از جمهوری اسلامی، یه تایم خیلی کمی رو داریم و اگر اون مافیاها بتونن سوار بشن دوباره داستان داریم. دوباره خیلی راحت به شما بگم، دوباره داستان داریم با این قدرت های جهانی، چون نه دنبال منافعن، دنبال حق مردم ایران نیستن. هیچ کشوری، هیچ قدرتی حاضر نیست و نمیکنه، نمیاد خودش هزینه کنه حق مردم رو بگیره بهشون بده. نه، مخصوصا کشور ما ایرانو، ما مردم ایران خودمون باید حق اونو بگیریم. و توی این تایم کمی که هست باید یه سری برنامه ها، طرح ها، ایده ها آماده شده باشه که به محض سرنگون کردن رژیم انگل نشان آخوندی بشه روی اون طرح کار کرد و ملت ببینن که کشور در حال پیشرفته، در حال ساخت و سازه. به جایی که به سمت باند بازی و مافیا بازی بره، نه، داره میره به سمت ساخت و ساز. این خیلی مهمه. صدا صفحه خراب است. صفحه چی خرابه بانو؟ شما فکر کنم برید بیرون تشریف بیارید درست بشه. من که دارم میبینم صدا و تصویر خوبه. فکر کنم بیاید برید بیرون دوباره تشریف بیارید درست بشه. نمیدونم چرا تصویر نیست دوستان، نمیدونم چرا تصویر اینجوری شد، نمیدونم چرا فیسبوک خلاصه ما را با لیزر و زیتن بقول این یارو تنزی بود توی ایران نشون میداد. آره میدونم، نمیدونم چرا تصویر نیست. من خودم الان جدا تصویر رو میبینم ولی چرا تصویر نیست و نمیدونم چرا تصویر نیست. بذارید من فکر کنم دوستان الان تصویر هست. همینطوری درست شد. الان دوستان تصویر هست؟ بله بله. خب من بیش از این نمیخوام مزاحمتون بشم. اگر سوالی باشه پاسخ میدم. اگر هم سوالی نیست که فقط خواهش که ازتون دارم باز این تیزرها و این بنرهایی که برای همایش اشتوتگارت آماده شده رو پخش کنید و اعلام کنید که چه تعداد از دوستان میتونن تشریف بیارن که بقیه دوستان هم بدونن تکلیفشون چیه و باید چه کار کنن. نمیدونم چرا اینجوریه. به هر حال دوستان من از حضورتون با اجازهتون اگر سوالی نیست مرخص میشم، چون باید برم داستان دارم با یه سری دوستان دیگه‌مون در همین صفحه رستاخیز. در مورد صحبت ترامپ صحبت کردم بانو، میتونید از اول برنامه رو گوش کنید. ایشون حرفش رو زد، کارش هم کرد، به قول معروف تایم هم به ملت ایران داد، گفت مردم ایران بدونید مردم آمریکا و دولت آمریکا پشت شماست. یعنی دیگه حرکت کنید، دیگه حرکت کنید، ما هم هستیم. اون جای خالی رو بعد ملت ایران پر کنن. ایشون پیامشو داد، متأ امیدوارم که ملت ایران داخل گرفته باشن و ملت به قول معروف یک دست و یک پارچه بشیم برای سرنگونی جمهوری انگل نشان آخوندی. نمیدونم چرا اینجوری شد. فیسبوک هم آخر شبی حالش خوب نیست. خب دوستان من از حضورتون مرخص میشم، مثل اینکه فیسبوک حالش خوب نیست. حالا تا برنامه بعدی لطف کنید ویدیوها رو پخش کنید، برنامه رو پخش کنید، اون برنامه قبلی و اون تیزر رو حتما حتما پخش کنید در فضای مجازی. سپاسگزارم ازتون. شب و روزگارتون خوش. یه بار دیگه تبریک به ملت ایران. مرگ برجام یعنی مرگ جمهوری اسلامی. شک نکنید، فقط فکر کنید که جایگزین جمهوری اسلامی یه کسی دیگه نباشه به اسم جمهوری ایرانی که اون لندنیا باشن. جایگزین جمهوری اسلامی رو ملت ایران باید انتخاب کنن، فقط ملت ایران، اونم در انتخابات آزاد مردمی.
نه مجلس مؤسسان، نه هیچ کوفت و زهرماری دیگه، ملت ایران. وقتتون خوش دوستان، تا درود دیگر، بدرود. من خاموشش کنم. یکی از دوستان نوشته بود که اینم بگم و برم، یکی از دوستان نوشته بود که مرکل و رئیس جمهور فرانسه و ملکه انگلستان با علی خامنه ای امشب در حسینیه ارشاد دعوتن به مدعی اون چاقوکشه. کی بود اون مدعیه؟ برای محسی چی میگن؟ محسی سرایی یه همچی چیزی، محسی سرایی داره. امشب خلاصه حالشون خوب نیست، ولی حال ملت ایران خوبه. سپاسگزارم دوستان، تا بعد.